سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان بسیار عزیز و ارجمند این کانال و این صفحه. امیدوار هستم که همیشه صحتمند و سالم باشین. در این برنامه ما آقای دکتر زاکر حسین ارشاد را با خود داریم. ایشان دانش آموخته علوم سیاسی هست و همچنان در سالهای پسین به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه های کابل کار کرده و در پس از سقوط افغانستان در سال 2021 هم ایشان به عنوان استاد در دانشگاه بخارست کشور رومانیا مشغول تدریس هستند. در دهم ماه مارچ آقای حسین ارشاد همراه با یک عده از فرهنگیان و دانش آموختگان علوم سیاسی در پاریس فرانسه در یکی از سالن‌های پارلمان این کشور یک حزب جدید را به عنوان یا تحت نام حزب شهروندان افغانستان تأسیس کردند. در این برنامه از آقای حسین ارشاد درخواست کردیم که بیان در اینجا و برای ما و شما کمی در مورد این حزب، اهدافش، مرامنامه این حزب صحبت بکنه. آقای دکتر حسین ارشاد، تشکر زیاد، بسیار زیاد از اینکه برنامه دعوت ما را در برای شرکت در برنامه پذیرفتید. تشکر، سلامت باشین، خوش باشین. ما میخواییم که بحث را بر سه محور یا بر سه مبحث پیش ببریم. مبحث اول سطح قومی هست که در سطح قومی هزاره ها چی نیازی برای ایجاد یک همچین حزبی بود که شما فکر میکردین که چنین حزبی کم هست و باید ایجاد شود؟ ببینید، ما فکر میکنم شرایط میدانی و عینی که فعلا در افغانستان وجود داره و مردم ما و شما و هزاره ها با او دست به گریبان و به صورت خاص فشرده واقعیت های عینی که در جریان هست را میشه به این صورت بندی کرد که مردم ما به دلیل ناکارآمدی جریان ها و احزاب سیاسی گذشته افغانستان و مردم ما عملا با نوع بدبینی و بیباوری نسبت به سیاست به صورت عام و به صورت خاص نسبت به احزاب و جریان های سیاسی متاسفانه با یک بدبینی تمام عیار تعیین نسبت می کنند. بنابراین وقتی که در چنین شرایط ما قرار داشته باشیم، بسیار واضح است که به صورت کلی دو تا موقف میشه نسبت به شرایط موجود اتخاذ کرد. موقف نخستین این که ما تن بدیم به مو شرایطی که وجود داره، یک برخورد منفعلانه داشته باشیم و بر یأس و ناامیدی نسبت به سیاست و آدرس های سیاسی جامعه و مردم خود بی باور باشیم و پشت بکنیم و قهر بکنیم نسبت به سیاست و هر آن چیزی که مربوط به سیاست میشه. فکر میکنم پر واضح است که برایند و فرجام چنین مش و مواجهه هیچ گونه آید و دستاوردی برای ایجاد یک تغییر و دیگردیسی نسبت به سرنوشت سیاسی مردم ما نخواهد بود. برداشت یا مواجهه دوم میشه یک مواجهه فعال باشد. ما بر اساس یک ارزیابی و بر اساس یک سنجش یا یک آسیب شناسی دقیق از گذشته سیاست و آدرس های سیاسی مردم خود با مراجعه به سیاست و با روی آوردن به سیاست، منتها با تصحیح خطاهایی که قبلا دامنگیری آدرس ها بوده پا پیش بگذاریم و نسبت به نومیدی فراگیر و بیباوری که نسبت به سیاست مردم ما و شما وجود داره یک برخورد فعال داشته باشیم و در صدد رقم زدن یک شرایط متفاوت از گذشته. بله آقای دکتر، ما جامعه هزاره حداقل اگر در سطوح دیگر دچار فقر باشه، در قسمت داشتن جریان ها و احزاب مختلف سیاسی، یعنی شاید از غنی ترین در سطح افغانستان، از غنی ترین اقوام افغانستان هست. در زمان جهاد هم بیشترین احزاب را هزاره ها داشت، در زمان جمهوریت هم بیشترین خیلی احزاب زیاد تأسیس شدن و الان هم در دیاسپورا در بیرون از افغانستان هم جریان های هزارگی زیاد هستند. و همین حرفایی را که شما در مورد مرام و یا هدف این حزب جدید به نام حزب شهروندان افغانستان زدید، اکثر از این جریان ها در ابتدا گفتند
چی مسئله باعث میشه که شما یعنی اون حس بدبینی و بباوری رو که شما میگین که مردم نسبت به جریان های سیاسی داره، شما چی تفاوتی دارین که اینا نسبت به شما نداشته باشن؟ ببینید، به نکته خوبی اشاره کردین. ممکنه در آغاز هر آدرسی که شکل میگیره لزوما با یک خوشبینی ممکنه کار را شروع بکنه و نسبت به کار و شروع خود با یک حسن نظر و یک حسن نیت نگاه بکنه و ارزیابیشان کاملا مثبت باشد، ولی آن چیزی که به صورت واقعی میتونه اعتماد را جلب بکنه و یا اعتمادها را متضرر بسازه، اعتمادها را ضربه بزنه، کارنامه عملی و واقعی است که ممکنه یک آدرس از او برخوردار باشه یا در آینده برخوردار شود. احزابی که تاکنون بسیار واضح، اما اگر یک دستبندی کلی و کلان داشته باشیم، احزابی که تاکنون وجود داشته یک قدامتی قابل توجه داره و یک برداشتی از او آدرس ها در جامعه شکل گرفته، خود به خود یک ذهنیت عمومی نسبت به کارنامه اونها وجود داره که او دیگه نیاز نیست که ما به او بپردازم، خود به خود واضحه در جامعه دیدگاه ها موجوده. یک عده از احزابی که ممکنه جدیدن آغاز به کار کرده باشه که از جمله حزب شهروندان افغانستان. حزب شهروندان افغانستان حداقل ما فکر میکنم به چند لحاظ تفاوت درش به صورت جدی و برجسته وجود داره که میزان خوشبینی ما را نسبت به آینده سیاست مردم ما خوشبین میسازه و باورمندیم که با پاپیش گذاشتن این مجموعه ما بتانیم اعتماد عمومی رو دوباره احیا بسازیم و یک صورتبندی جدید و یا یک الگوهای رفتاری جدید را در حوزه سیاست و مناسبات و قدرت مردم خود پیشکش کنیم. تفاوت ها را به صورت کلی در چند بخش یا اگر بگذارین که یک صورت دیگه را ما دستبندی بکنم، حداقل اگر کل سیاست حزبی را و احزاب را در دو بخش خلاصه بکنیم، یک کارگزاران و کنشگرانی که به عنوان افراد در این آدرس ها دست به سیاست ورزی میزنه، دو مجموعه خود سیستم و ساختار خود حزب که معمولا در بحث های سیاسی و کسانی که در حوزه اکادمی که حوزه سیاست دست داشته باشند ایره به خوبی وقوف دارند که اینا بحث های متدولوژیکی در حوزه سیاست هست. ما اگر دو بخش را از همدیگه تفکیک بکنیم، ساختار و کارگزار، ما معتقد هستم که حزب شهروندان افغانستان به هر دو لحاظ متفاوت از احزاب و جریان‌های سیاسی دیگه است که عنوان حزب را یدک میکشه، ولی فی الواقع این مختصات را که ما در حزب شهروندان داریم ممکنه نداشته باشه یا حداقل باور ما است. بله، به لحاظ کارگزار ما معتقد هستم و یا صرفا بحث اعتقاد نیست، عملا حزب شهروندان افغانستان در حوزه کارگزاران سه نمایندگی از سه حوزه اجتماعی را در خود جای داده. کارگزاران و بنیانگزاران حزب شهروندان افغانستان متشکل از نخبگان دانشگاهی و اکادمیک مردم ماست. دو، حزب شهروندان متشکل از نخبگان اقتصادی اجتماعی مردم ماست. سه، حزب شهروندان افغانستان متشکل از نخبگان سیاسی مردم ماست که خوشبختانه هر یک از این سه حوزه نخبگان میشه گفت که دارای یک کارنامه عملی و میدانی در جامعه ما هست. این گونه نیست که ما حالا ادعا بکنیم و افراد بی نام و نشان و بی کارنامه نسبت به گذشته باشه، در نتیجه هیچ برداشتی از اینها و هیچ صورت ذهنی و هیچ گونه فهم و تصور جمعی از اینها وجود نداشته باشه. من معتقد هستم که هم در حوزه نخبگان اکادمیک شاید کسانی که حداقل با این جمع و جماعت آشنا باشه یا این نخبگان در حوزه اکادمیک
کارنامه عینی و مشخص داشته در طول 1.5 دهه، ما معتقد هستیم که مجموعه همکاران ما توانستیم قواعد فرهنگی و آموزشی را در کشور از نو تعریف بکنیم و سیمای جدیدی در آدرس مردم خود خلق بکنیم و یک اعتبار نسبتاً قابل توجه متناسب با استانداردهای جامعه افغانستان ایجاد شود. اینها همه محصول مستقیم تلاش، کوشش و دغدغه های جدی است که همکاران ما و مجموعی از دوستان ما در کارنامه گذشته خود در حوزه فرهنگی داشتند. به کزا در حوزه اقتصاد اجتماعی هم دوستان و همکاران ما در حزب شهروندان افغانستان در این بخش باز جزو خوشنامترین افراد هستند که در طول 1.5 دهه در گذشته افغانستان در حوزه و فعالیت های خیرخواهانه اقتصادی و کمک به نیازمندی های جامعه ما و مردم ما، اینها بیش از هر کسی دیگه پیش قدم بودند و کارهای خیرخواهانه و مردمی را در کارنامه ایشان داشتند. بنابراین اینها کلش جزو کارنامه های عینی است که صرفا با ادعا ما نمیخواهیم ادعا بکنیم، بلکه کافی است با یک مراجعه عینی و محسوس میشه این کارنامه ها را دید. و همچنین در حوزه سیاست ما افراد را جزو مؤسسان و بنیانگذاران حزب شهروندان، جزو نسل پیشین سیاست مردم ماست، در جمع خود داریم که جزو افتخارات هم جامعه ما و هم تاریخ معاصر ماست. ما مؤسسان را در جمع حزب شهروندان داریم که کارنامه های بسیار گران قدر را و ارجمند را ما از آدرس اینها در تاریخ سیاست و مناسبات قدرت مردم خود میتونیم مشاهده بکنیم. اینها تمام داشته ها و دارایی های خود را برای رسیدن و دستیابی به اهداف مردم و برای عزتمندی مردم کنار گذاشتن و یا تقدیم کردن و بعد از 20 سال سکوت فعلا در جمع ما به عنوان بنیانگذاران حزب شهروندان عمل میکنن. بنابراین در یک بخش، به خاطر که طولانی نشه، در حوزه ساختار هم به کزا. در حوزه ساختار شاید یکی از رنج های جدی احزاب سیاسی در افغانستان به صورت عام و به صورت خاص در بین مردم ما متاسفانه است که اسمن ممکن همچنان که شما اشاره کردین حتی از غنامندی مردم ما در حوزه حزب و حزبداری شما سخن به میان بیارین، ولی ما نباید از نظر دور داشته باشیم که این غنا غنای توهمی خواهد بود و اساسا چیزی که در گذشته سیاست مردم ما ممکنه به صورت واقعی وجود نداشته. حزب به عنوان یک ساختار سیاسی بوده که عملا ما ایرا نداشتیم. در حزب شهروندان افغانستان متناسب هم با اساسنامه‌ای که وجود داره و هم رویه‌ای که تاکنون اتخاذ شده، همه چیز در قالب یک سیستم و ساختار تعریف شده و همه چیز گردشی است و معطوف به اراده همه اعضا و افراد عضو در حزب شهروندان به اجرا در می آید. بنابراین علاوه بر افراد، ساختار و سیستم هست که همه چیز را به صورت گردشی و معطوف به اراده جمعی اعضا ترتیب و سامان. از لحاظ تئوری من فکر نکنم اگه هیچ نقصی وجود داشته باشه، اما نقصی را که فعلا در یعنی در طول این چند دهه حداقل در جریان های سیاسی که ایجاد شده در جامعه ما وجود داشته، نقص پراکتیکش هست، عملیش هست. خب با توجه به صحبت هایی که شما کردین چند سوال به وجود می آید. اول شما مسئله دانش و فهم سیاسی رو مطرح کردین، دوما نخبگی رو مطرح کردین و سوما کارنامه را. در هر کدام از اینا یک سوال هست. در ابتدا خب اینا اگر فهم و دانش سیاسی را در حد تئوریک داشته باشه و آیا داشتن دانش سیاسی منجر به داشتن تعهد سیاسی هم میشه؟ این یک سوال هست. سوال دوم این است که این کسانی را که شما گفتین که با اونها این حزب را تشکیل دادین و اینا نیروهای فوق‌العاده در بخش سیاست، فرهنگ، اقتصاد هستن و میگن که اینا کارنامه‌هایش بسیار کارنامه‌های خوبی است، کارهای خوب را انجام دادن. خب یکی از عناصر بسیار عمده برای فعالیت های سیاسی این است که شما باید عملا با جامعه بیرون از جامعه خود در تماس باشین. مثلا ممکن است خیلی ها در داخل جامعه هزاره کارنامه خوبی داشته باشن، مثلا کنفرانس گرفتن،
خیلی از برنامه ها گرفتن، اما تا حال را در سطح جهانی در حداقل در محدوده اطلاعات از ما کاری صورت نگرفته که در تبانی و در همکاری با نهادهای خارجی یا اروپایی و آمریکایی باشد. این حضرات را که شما گفتین، آیا اینا کدام کارنامه، یعنی کدام کاری را در کارنامه خود در این قسمت داره؟ و مشخصا خود شما آقای دکتر در افغانستان بودین، چندین سال در اونجا تحصیل کردین، دانش فهمتان هم که در حساب سیاست، یعنی نمیشه روش سوال کرد، دانش و فهم کافی دارین، اما چرا خودتان در اون زمان که همه چیز فراهم بود این فعالیت هایی را که امروز شروع کردین در داخل خود افغانستان چرا شروع نکردین؟ ببخشید نکم سوال زیاد است، ولی اگر ممکن است که کوتاه‌تر جواب بدین. بسیار خوب. ببینید، من فکر میکنم دانش و داشتن توری ممکنه علت کافی نباشه، ولی علت لازم هست، مقدمه واجب هست. اساسا بدون توری و بدون دانش لازم در حوزه سیاست مثل کار و اقدام یا یک اقدام کور به حساب میاد و نوعی جهش در تاریکی به حساب میاد. افراد و سیاست ورزان بدون دانش سیاسی ممکن یک آزمون و خطا بکنند، چون که در افغانستان متاسفانه کارنامه گذشته کل کشور در حوزه سیاست یک آزمون و خطا است. به اون لحاظ من فکر میکنم یکی از گام های اساسی و به خاطر اینکه مقدرات سیاسی سیاست در افغانستان عوض شود، باید ما نسبت به گذشته و رویه های گذشته تجدید نظر بکنیم. آغاز شمیست این بار کسانی که نسبت به این حوزه تخصص داره، عمر رسپری کرده، درک و دریافتی از قواعد قدرت داره، قاعده بازی را میفهمه، تمام اصول و پرنسپ های جاری و حاکم بر مناسبات سیاست را چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی میفهمه، اینها سیاست بکنن. یک فردی که حداقل بینایی لازم را و چراغی در دست نداشته باشد، در یک ظلمت مسلمه که گام برداشته نمیتونه، و اگر گام هم برداره بیشتر شانسکی و معطوف به تقدیر و تگپا خواهد بود. یک نکته. اما اینکه تعهد، ببینید تعهد بسیار واضحه. یک تعهده که نسبت به این افراد، آیا این افراد چه مقدار متعهده واقعا نسبت به سرنوشت عمومی، نسبت به خیر جمعی، چون حوزه سیاست حوزه عمومی است. ما برداشتیم و به صورت واضح اگر بخوایم بحث بکنیم، یک آغاز است که فعلا ما آغاز کردیم، یکم کارنامه قبلی است. ما برداشتیم یکی نسبت به شرایط فعل شاید ما نیاز به زمان داشته شیم که ثابت شود که آیا تعهد وجود داره نداره، آیا فرد یا افراد از دوگانگی گفتار و او واقعیت های عملی رنج میکشن یا نه، هیچ شکافی میان اینها نیست. این نیاز به زمانه که ثابت شود که آیا افراد متعهد است نیست. اما اینکه آیا میماند بخش اول که اعتماد، آیا حداقل باز یک اعتماد نیمبل نسبت به افراد صورت بگیره نگیره. ذکر نکته ای که من پیشتر خدمتتان عرض کردم برمیگرده به این بخش اول. این افراد کارنامه داره، این افراد شناخته شده است. من خدمتتان عرض کردم در حوزه فرهمی سه حوزه را که به شما خدمتتان اشاره کردم، هیچ کار خیرخواهانه، کار عمومی و کار ماندگار در حوزه اکادمیک و فرهنگی مردم ما و جامعه ما وجود نداره، مگر آن که نام نمی افراد در اونجا برجسته نباشه. بسیار واضح است. هیچ کاری مردمی، خیرخواهانه و عمومی فرهنگی و آموزشی در طول 1.5 دهه افغانستان وجود ندارم، مگر اینکه نام ای افراد و اینمی همکارا در اونجا به صورت برجسته حضور نداشته باشد. بنابراین ممکن است نام یک چند نفر از این افراد رو بگیریم؟ فکر کنم شاید خیلی اوش مناسب نباشه که من حال نام افراد رو بگیرم. همه میشناسن، این رقمی نیست که من اگر نامش گرفتم خوب میشه، اگر نه چون گفتم همه ای افراد و همکاران ما که در و حتی خیلی گپایش ممکنه پیامدهای جانبی دیگه داشتهش که به نظر ولی چون عکسایی که از شما در روز 10 مارس در پیش پارلمان فرانسه و در داخل که منتشر شده، خب چهره هایی که شناخته شده باشه کمی معدود هستند به نظر من.
ممکن است او بسیار واضح شرایطی که ما و شما درش به سر میبریم و وضعیت عمومی که در محیطی که ما و شما درش زندگی میکنیم همه روشن و واضح است و خیلی از افراد ممکن است عملا به دلایل و محدودیت هایی که وجود داره اونش باز روشن و واضح است، ولی خب به صورت کلی ما میخوایم خدمتتان عرض بکنم که بسیار واضح در او قسمت هیچ شکی وجود نداره. ای در بخش فرهنگی، در بخش اقتصادی می رقمند. شما همو درخشانترین کارهای مردمی که در طول یک و نیم دهه و در اون موقعیت های حساس و مرزی که مردم ما نیاز به همکاری و مساعدت داشته، نیاز به افراد خیر داشته که پا پیش بگذاره، از داشته ها و دارایی های شخصی خود به نفع مردم و رفع و رجوع نیازمندی های مردم حداقل استفاده بکنه، این افراد خوشبختانه حداقل یک بخش قابل توجهش جزء مؤسسان حزب شهروندان که اینا هم واضحه در ولی باز حوزه. امین جای دکتر، ما یک از مشکلات اساسی جامعه ما نبود یک مرجع واحد اقتصادی است. درست است، ما منکرش نیستم، مردم ما خیلی زیاد کمک کردن در مراحل مختلف و مردم افغان در مردم در افغانستان، اما هنوز با تمام این میاد افراد را که شما میگین جامعه ما در دیاسپورا در بیرون از افغانستان نتانسته، با اونی که همه میدانه که این یک نیاز مبرم جامعه ماست که ما یک صندوق یا یک مرجع واحد اقتصادی برای خود داشته باشیم. این امیر تابال ما با تمام این نخبه هایی را که شما میگین با وجود همه از اینا ما تابال نتانستیم با وجود بیاریم. چگونه این کسانی را که شما میگین یعنی نقش خوبی در بخش بسیار اقتصاد واضحه. ببینید ای که ما دیاسپورای مردم ما و شما صندوق خیریه نداشته شی دال بر این نیست. نه صندوق خیریه نه، صندوق خیریه نه، یک مرجع واحد اقتصادی، مرجع واحد. و ببینید ما یک حزب سیاسی ساختیم، ما یک نظام سیاسی که متکفل همه امور در جامعه افغانستان باشه، اینا رو باید شما تفکیک کنید. ما میخوایم صرفا دو بخش را به شما تفکیک کردم، یکی کنشگران سیاسی و یکی هم ساختار و سیستم. در حوزه کنشگران ما سه نوع کنشگر را خدمت شما از همدیگه تفکیک شده یادآور شدیم. کنشگران فرهنگی که کارنامه فرهنگی دارند و گفتیم هیچ کاری جدی فرهنگی در گذشته افغانستان و مردم ما در طول یک و نیم دهه وجود نداشته که اینا نکرده باشند. پیشگام و پاینیرها اصلا ایناست. دو، هیچ کار جدی و ماندگاری خیرخواهانه مردمی در حوزه اقتصادی که کمک اقتصادی و فعالیت های اینچنینی کار داشته باز ای افراد حضور نداشته باشد. میخواییم میره بگیم که ای افراد عملا ثابت کرده و نتیجهش ایست که اینا از خود و داشته های خود به نفع مردم مایه گذاشتن و یک چیزی عینیه که وجود داشته در تاریخ. در حوزه سیاست هم میرقم، ما جزوی افراد را جزوی مؤسسان خود در حوزه سیاست داریم که در کارنامه خود غیر از مبارزه ای که خودش 21 بار برای رسیدن و دستیابی به اقتدار و عزت مردم 21 بار زخمی شده، دو تا شهید برادر شهید داده، 7 تا بچه کاکا شهید داده، تمام داشته ها و دارایی خود برای مردم هزینه کرده، ولی در طول 20 سال که احیانا خیلی از فرصت ها و و و وجود داشته اینها سکوت را اختیار کردن و هیچگاه تمایل به این نداشتن که در یک روند مشکوک حتی حضور پیدا بکنن. ولی حالا ما افتخار داریم که اینا پا پیش گذاشتن و با تمام وجود با آرمانگرایی تمام در کنار سایر بزرگواران حداقل برای جستجوی آرمان جمعی اقدام کردن و تلاش مشترک میکنیم. بنابراین اینا کارنامه‌ای که وجود داره، نه اینکه ما ادعا کنیم که بعداً کار رو میکنیم. ما در حوزه فرهنگی کار کردیم، معلوم است. دوستان ما در حوزه اقتصادی کار کردن، معلوم است. دوستان ما در حوزه سیاسی کارنامه و اینچنینی داشته و معلوم است. دیگر نه اینکه ما بگیم از این به بعد انشاءالله ما این کار رو میکنیم. بنابراین وقتی که چهره های اینچنینی که تجربه شده است، آزمون داده شده است، پا پیش مگذاره یک کار را شروع میکنه، پر واضح است که اینا میتونه نسبت به فردا هم این گونه عمل کنه، در سلسله و در ادامه کارهای آرمانگرایانه خود دوباره در جستجوی آرمانهای از دست رفته و یا حداقل با تردید مواجه شده مردم خود برایه. حرف ما و صحبت ما ایست، ده این که
ما بگوییم از نو ما میخواییم که تازه شروع بکنیم و جز به آدم های گمنامی هستیم که سابقه نه. نداشتیم از این به بعدی کنم. دقیقا ما خودم هم نمیخواییم بدبین باشم آقای دکتر، ولی میخواییم فقط چون این مسئله یک از دغدغه‌های من فکر میکنم که کل مردم جامعه ما هسته، مسئله اقتصادی رو وقت گفتین، خب ما دو نوع، شما در جریان هستین در مطالعات توسعه، ما دو نوع اقتصاد یا کمک داریم، درست است؟ یک کمک توسعه‌ای هست، یک هم کمک اضطراری، که ما از این دو تیپ سازمان‌های کمکی بین‌المللی هم در سطح جهانی داریم. خب اینا در بخش اول، یعنی در کمک‌های اضطراری، مردم ما کم نگذاشتن، کار بسیار عالی انجام دادن، ولی در قسمت کارهای اقتصاد توسعه‌ای ما ناکام بودیم. تا بالا هیچ کار توسعه‌ای آنچنانی که ما باید انجام میدادیم انجام داده نتونستیم. مثلا چی کار توسعه‌ای اقتصادی در افغانستان انجام دادم؟ همی کسایی را که میگیم که خیلی اقتصاد بلد هستند، یک رسانه عمومی ما نه تا بالا نداریم، نتونستیم ایجاد بکنیم، یک صندوق مشترک پول برای مردم خود ایجاد نتونستیم. ما به خاطر از این میگم که خب وقتی ما حرف از کارنامه میزنیم، باید حداقل در همین قسمت ها ما یک کمی موفقیت می داشتیم، حداقل شروع می کردیم، 10% کار پیش می رفتیم، درست است؟ ببینید فرمای شما ممکن از یک جهت وحش داشته باشه، ولی از جهت دیگه اگر شما موافق باشید بگذارید که من تصریح بکنم که خیلی وحش نداره. دلیلش است که اساسا جامعه افغانستان مادون بحث های توسعه است که شما بهش اشاره میکنید. کلیت کشور، رنجی که در او کشور، مهنتی که در او کشور وجود داره، خیلی وضعیت ما و شما را اسف بارتر از چیزی می سازد که شما بهش تاکید میکنید. کل کشور، مردم ما در معرض تهدید بقا است. بحث توسعه کالای پسینی است، در حالی که نیازمندی های پیشینی را ما باش دست به گریبانیم. و راز این که ما حزب ساختیم و ما آمدیم از انرژی، وقت و فرصتی که در اختیار داریم از همه زنا استفاده کردیم یک کار شود، اون به دلیل شرایط اضطراری که مردم ما باش مواجه است. ورنه هیچگاه منطق بزنس و عقلانیت سنجشگرایانه ایجاب نمی کنه که افراد در یک شرایط بیاید پا پیش بگذاره و هزینه های جدی را متحمل شوه. همه ای افراد همچنان که شما در جریان هستید، ما هر کدام در امو حوزه های کاری خود مصروفیت های فول تایم داریم، مصروفیت های جدی درش هست. ما برای انجام این کار مجبوره که هزینه فرصت را متقبل شیم. ما دلیلی که میگیم دوستان ما باز در صدد دستیابی به آرمان های جمعی مردم هست، یکی از نشانه های شینیمی اقدام هست. ما از باب سرگرم کردن خودی کار نکردیم. ما مردم های بیکار نیم. ما از باب این که شغل پیدا بکنیم، مهاجر شدیم دیگه شغل نداریم، بیاییم این کار را بکنیم که حداقل کاسبی شوه، از این باب نیست. چنون که در افغانستان گفتم، ما حاضر شدیم و با اراده و تحلیل از وضعیت جامعه خود آمدیم. یک کار متفاوت است کارهای عادی و جاری را در افغانستان به عنوان یک کارنامه جمعی به یادگار گذاشتیم. حالا عین وضعیت، عین داستان جریان داره. ما برغم مصروفیت های آنچنانی و به دلیل انجام مسئولیت تاریخی خود در برابر مردم و تاریخ آمده می کار را کردیم. در غیر از صورت هیچ کس ما را مجبور نکرده که شما بیایید این کار را بکنید، ولی اون ندای درونی و حس مسئولیتی که نسبت به مردم و وضعیت اضطراری و غیر قابل تحمل مردم از خود به اصطلاح داریم، این ما را موظف کرده که کار را بکنیم. و این هزینه های زیادی شخصی بر ما تعمیل کرده و تعمیل میکنه، ولی برغم او ما پاپیش گذاشتیم. دقیقا، ما به عنوان یک عضو کوچک از جامعه از شما تشکر میکنم. اما بحث اقتصاد آمد، از او قسمتش میگذاریم، ولی قسمت اقتصاد خود همین حزبی که شما میگین، تا جایی که من در جریان هستم، اکثر از جریان هایی که در بیرون از افغانستان ایجاد شدن، اکثرا بسیار از لحاظ تئوری مرامنامه اساسنامه ایشان بسیار کلان بوده، اما اکثرشان بعد از مدت کوتاهی منفعل شدن، از فعالیت باز افتادن. و یک از دلایل مختلف داشته، یک از عوامل عمده این ناکامیشان در واقع نداشتن یک اقتصاد بوده. مثلا امور خمی که شما هم در فرموده های خود گفتیم که مثلا ما آمدیم، ما کار خود داریم، کار فول تایم داریم و آمدیم از وقت اضافه که داریم میخوایم برای مردم کار کنیم. آیا فکر میکنین که
اساس بنا گذاشتن یک کار به این بزرگی بر اساس کار رضاکارانه چقدر واقع بینانه هست و چی اندازه، یعنی چند سال میتونن شما بر اساس کار ببینید رضاکارانه؟ آقای نکبین، امیدوارم که شما نک ببینی. بحث این است، بحث این است که ما اینجی به صورت رضاکارانه بیاییم. ما چند نکته ای که شما اشاره کردین از یک جهت آسیب شناسی اگر بکنیم واقعی، من نمیخوایم اینجا صرفا دیگرا را برخلاف او چیزی که واقعا وجود داره صرفا قانع بسازم، از این باب نیست. ما صرفا گزارشگر هستم، واقعیت هایی که وجود داره را میخوایم از طریق شما منعکس بسازم. ببینید، ما از باب این که فول تایم ما جای مصروفیم، وقتی اضافه وقت خود را بیم سرگرمی باشه، از این باب نیست. ما که گفتم ما همه مصروفیم، شغل داریم، کار داریم، برنامه داریم، این به معنای ازی که ما از سر بیشغلی کار نکردیم، ولی این باز معنای دیگه ای نیست که ما در اصل کار خود را بکنیم، کار حرفه‌ای ما، کارهای و شغلی قبلی ما باشه، بعد از باب سرگرمی و تفریح بیایم کار سیاست بکنیم. این غلطه. ما میخواییم میره بگیم که سیاست حرفه است، یک شغلی مقدسیه که او نسبت به سرنوشتی یک جامعه باید مستقیم درگیره و افراد با داشته های جدی خود باید با نمو حساسیت پا پیش بگذاره. ما پیشتر خدمتان عرض کردم که دوستان ما پا پیش گذاشته، میخواستیم این نکته را برجسته بسازم. بنابراین دوستانی که حداقل شروع میکنن ممکنه به قول شما یک شروع خوب بکنن، اساسنامه خوب داشته شن و مرامنامه خوب بنویسن، همه کپی پیست ممکنه بکنن، همه گوگلینگ بکنن، ولی افراد و چهره های مؤثر را شما که کنشگره، بازیگره، شما اونا را ببینید که واقعا داشته های زنا، فهم زنا، دریافت زنا، اصلا توقع و انتظار زنا، خودفهمی و دیگر فهمی زنا از سیاست چیه؟ برداشتشان از حزب چیه؟ آیا برداشتشان واقعا از حزب همون چیزی که واقعا باید وجود داشتش؟ یا نه، گفتم یک سرگرمی است. و طبیعیه که اگر برداشت واقعی نباشه، اگر برداشت شغلیابی باشه، اگر برداشت سرگرمی باشه، درست که شروع شد، فردایش محکوم به شکسته. بله. ولی اگر شما حزب را به صورت حرفه‌ای باش برخورد بکنی، طبیعی است که تا زمانی که شما به هدف دست پیدا نکنی، با انگیزه تمام دنبال میکنی و یا نسبت به کارا حساسیت لازم را داری و به صورت جدی هم پیش میری. بله. هر حزب، ببین هر حزب، هر ارگانیزیشن یا سازمان در اروپا حداقل اینا یک منبع اقتصادی دارن، یک بودجت دارن. خب شما هم اگر بخواین که کارهای جدی بکنین، کارهای مؤثر انجام بدین، باید یک منبع اقتصادی داشته باشین. درست است؟ آیا منبع اقتصادی شما بر اساس حق العضویه اعضا میشه مثل احزاب دیگه، یا نه یک کانال دیگه ای را پیدا میکنین؟ حالا ما بحث خود شما به عنوان اعضا، کسایی که کار میکنین، حقوق شما جدا، منظور من است فعالیت های حزبی تان باید یک منبع اقتصادی، یک بودجه سالانه داشته باشه. یعنی پول از کجا میاد؟ بسیار واضح، خوب سوال کردید. ببینید، ما وقتی که میگیم ما سه تا نخبه، سه حوزه در اینجا جمع، یعنی هر یک از نخبگان صرفا تشریفاتی نیست، هر یک از اینا داشته داره، آورده داره با خود. نخبگان دانشگاهی آورده ای از نوع دانشگاه و به قول شما توری و کتاب داره. یک از دوستان ما سوال کرد که خیلی فاصله است بین کتاب و واقعیت های سیاسی. من گفتم تا هنوز سیاست افغانستانش پشتوانه کتاب نداشته تا که ما سنجش فاصله ای بکنیم. رنج ما در حوزه سیاست گذشته افغانستان می بوده. بنابراین نخبگان دانشگاهی ما کتاب میاره، کتاب وارد معادلات سیاست میکنن. ما با توری و با دانایی و به میانجی دانش و علم پا پیش گذاشتیم. نخبگان حوزه اقتصادی ما داشته هایش اقتصاد است، سرمایه است، پیسه است، پول است، که به قول شما نیازمندی های یک حزب برای پیشبرد امور لزوما یکی از نیازمندی های اساسیش بحث اقتصاد است. نخبگان سیاسی برخی از تجاربی را که در این حوزه داره. بنابراین حزب شهروندان افغانستان با سه زل، با جمع کردن سه مدل نخبه، سه حوزه اجتماعی به مفهوم کلام کلان گرده هم جمع شده و عملا کار را شروع کرده. ما با اینمی آورده ها و با اینمی داشته ها انشالله مصمم بر ادامه کار و برای دستیابی به هدف هستیم. بله، در سیاست خود شما میدارین، دکترا دارین، که برای از اینکه یک سیاست را بتانیم تبدیل به عمل بکنیم نیاز به ابزار داریم، درسته؟ نیاز به کارت برد داریم. حالی وضعیت را با توجه به وضعیتی که در افغانستان پیش آمده و افغانستان کاملا سقوط کرده و در اختیار یک گروه
حالا بر اساس یک دسیسه سیاسی قرار گرفته و اونام حرف هیچ کسی را و به هیچ ارزش انسانی و بین المللی و از این مسائل باور ندارد. ایجاد یک حزب با چنین هدفی، اونم در بیرون از افغانستان، اون هم توسط، خب مسئله قومی در افغانستان بسیار مهم است، توسط مثلا یک بخش از جامعه افغانستان که اینا تقریبا هیچ وقت در قدرت به صورت واقعی نبودن، چقدر فکر میکنین که شما مثلا چی کارت برد دارین که بتونین مثلا این سیاست هایی را که دارین عمل بکنین، چی ابزاری دارین که اینا را جامعه عمل بپوشانین؟ بسیار واضحه. ما به نظر میرسه که اگر تحولات و مناسبات سیاست در افغانستان معطوف به اراده طالبان و گروه حاکم و مستقر در کابل باشه، هیچ گونه امیدواری وجود نداره برای هیچ گونه فعالیتی، چون که همه چیز تعطیل و ملغا اعلام شده و همچنانی که در تعبیر خود حضرت عالی وجود داشت، او مشیر و یک نکته بسیار امیدوار کننده است که تایی یک گویا معامله تا یک برنامه ای قدرت و یا ای فرصت در اختیار زنا گذاشته شد. شما اگر به صورت کلی بریده از هر گونه بدبینی یا خوشبینی آنچنانی اگر بخواین یک داوری منصفانه داشته باشی، متاسفانه کارنامه سیاست در افغانستان و مناسبات قدرت نشان میده برخلاف سایر کشورها، عناصر و متغیرهای خارجی از جایگاه تعیین کننده نسبت به تحولات سیاسی برخوردارند. یعنی قبل از آنی که تحولات سیاسی در افغانستان معطوف به عوامل داخلی باشه، بیشتر معطوف به عوامل خارجی است. بازیگران زیدخت، بازیگران علاقمند به قضایای افغانستان و سیاست افغانستان است که میتونه مهندسی کنه، میتونه دیزاین بکنه سیاست افغانستان را. و یکی از دلایلی که شاید ای جا به جایی ها به این صورت و با این شتاب رقم میخوره در افغانستان، هم دلیلش وجود لابیگری و خلق یک باور در میان بازیگران تاثیرگذار در بیرون هست که گویا اونها منافع و خواست منطقی و محیطیشان را در پرتو می تحول میفهمند، در نتیجه اونها تن میدن به چنین بازی یا به قول شما به چنین معامله. ما برداشتیم ایست که مردم ما متفاوت از گذشته فعلا فرصتی، ما در جاهای دیگه می تعبیر را کردم، مردم ما دیگه فرصتی از دست دادن فرصت را نداره، فرصت آزمون و خطای کور را نداره که ما باز یک آزمون و خطا بکنیم و بس منتظر شانس و تقدیر خود باشیم. ما بر اساس یک بررسی و یک ارزیابی دقیق و میدانی از قاعده قدرت در افغانستان و اما عوامل تاثیرگذار بر مهندسی سیاست افغانستان خود را آماده بسازیم. وقتی که ارزیابی کلیتش به این صورت باشه که ما بگیم عوامل بیرونی بیشتر تأثیر گذاره، اینجا آدرس کار دارد، اینجا نمایندگی های رسمی سیاسی کار دارد، اینا سودای سیاست و قدرت را برای مردم خود داشتش، نه سودای شغل یابی را، نه سودای سرگرمی را. وقتی که این سودا را در سر داشت، برای ایجاد یک باور یا برای قانع کردنی بازیگران زی داخل خارجی نسبت به قضایای افغانستان برنامه داشتن، پلان داشته باشند و کوشش بکنن تیم‌های مشخص را توظیف بکنن، و او زمان است که خود به خود برای مهندسی سیاست در افغانستان اینها میتونن نقش ایفا بکنن و ما مصممیم که کار انشالله حزب شهروندان آغاز میکنه و این کار رو میتونه. شما گفتین که خب البته این آشکار است که تعاملات سیاسی در افغانستان بیشتر معطوف بر عوامل بیرونی هست و عوامل بیرونی هم افغانستان و جامعه افغانستان رو به خوبی میشناسه و شما از آدرس واحد حرف زدین. امروز یعنی حداقل پس از سقوط دو تا آدرس مشخص وجود داشته، یکی جبهه مقاومت ملی که در افغانستان در کارزار جنگ هست و یکی هم شورای مقاومت ملی که اتفاقا سیاسی هست در ترکیه است و این رهبرای مجاهدین که قبلا خب در طول این 20 سال خیلی روابط ایجاد کردن با جامعه جهانی. خب چرا این مثلا این غربی ها یا این عوامل بیرونی چرا به دنبال شما بیاید و چرا از شورای مقاومت ملی که از رهبران کارکشته مجاهدین در اونجا هست و آماده هست از اونها چرا استفاده نکنند؟ بحث این است که دنبال کی بیاید بعد دنبال کیا نیاید، ولی خب من میخوام میره بگیم که نمیگم وقتی که اونا حضور اون وقتی که اونا هستن دیگه چی نیاز به یک آدرس دیگه است، به دلیلی که حضور زنا خب کارنامه شم همیست که وضعیت فعلی ممکن شده
کنشگران سیاسی که در گذشته وجود داشته، ما نمیخوایم کسی را متهم بکنیم، میخوایم بگیم که اگر سیاست با به اعتبار گذشته خود و سیاست به اعتبار قواعد گذشته خود و تاریخی خود جواب میگفت، هیچگاه وضعیت اکنون ممکن نمیشد. راز این که وضعیت و کلیت کشور فعلا با تهدید بقا مواجه است، راز این که فعلا افغانستان با فروپاشیدگی تمام عیار مواجه است، همه برمیگرده، همه جزء بر ساخته های نوع سیاست ورزی و قواعدی است که دیروز به اجرا گذاشته شد و امروز ثمرش متوجه مردم ماست. بنابراین سیاست گذشته افغانستان نه به اعتبار کنشگر خود، نه به اعتبار قواعد خود و نه به اعتبار آدرس های خود عملا نتانستن نیازمنده های جامعه افغانستان را پوشش بده و این بر آفتاب است. چیزی نیست که من ادعا بکنم و چیزی نیست که شما ادعا بکنید. اگر ببین بسیار دو گپ بیشتر نیست، بسیار واضح است. یا قرار است که ما در امو چرخه باطل دوباره آزمون و خطا بکنیم، دوباره اونایی که آزموده شده دوباره آزمون بکنیم، یا نه قرار است که هم یک تغییر و یک دیگردیسی ایجاد شود. تغییر صرفاً و دیگردیسی صرفاً با آرزو نمیشه. حداقل اونمو معیارها و محورهای اصلی و کلیدی که دیروز سیاست را به او صورت مهندسی کرد و در آورد، اونمونا باید اونمو فرمول چپه شود و عوض شود. و ملحاظه که من معتقد هستم که هم ساختار باید عوض شود، هم قواعد باید عوض شود، هم دیدگاه ها و هم کنشگر باید عوض شود. نسل امروز و نسل جدید اگر پا پیش بگذاره، که نسلی که به کمک و میانجی علم میخواید سودای سیاست را در سر بپرورانه، بسیار واضح است که شرایط زنا متفاوت از سیاست ورزی دیروز خواهد بود که صرفا با آزمون و خطا امور پیش میرفت. بنابراین من معتقد هستم که هم مسئولیت تاریخی ما و هم شرایط فعلی ما ایجاب میکنه که ما نسبت به افغانستان و نسبت به سیاست مردم خود مسئولانه برخورد بکنیم. مسئولانه برخورد کردن هم صرف با ادعا نمیشه و عملا هم کارنامه افراد و هم توانمندی و قابلیت های نظری و عملی افراد هر دو کمک میکنه و میتونه باور ایجاد بکنه. بله، از دهه 80 به سو، یعنی از دوران جهاد که همه احزاب مختلف به وجود آمد، همه از اینا در واقع کسایی که حداقل احزابی که حداقل تانستن کاری بکنن یا حضور موثر داشته باشن، همه از اینا در یک جای به یک کشور دیگه وصل بوده، مثلا به عربستان، به ایران، به پاکستان، به فرانسه، به خیلی کشورهای دیگه. حزب شما آیا بدون، اصلا سوال اول این است که با کدام کشور وصل هست یا نیست؟ اگر نیست، بدون وصل شدن به یک کشور دیگه چنین چیزی ممکن هست؟ ببینید، بحث وصل شدن و عدم وصل شدن به مفهوم کلاسیکش ما فکر کنم فعلا دیگه وجه نداره. وابستگی متقابل نه تنها بین یک حزب و بین یک نهاد سیاسی بیرونی یک امر طبیعی است، بلکه در سطح کشور و دولت ها هم. فعلا در حوزه سیاست شما شاید این حوزه ها را مطالعه داشته باشین، یک امر بسیار واضح است دیگه. با بو مفهوم قدیمی بحث های استقلال و استقلال طلبی رنگ باخته و عملا همه چیز خصوصا در عصر گلوبالیزیشن به او مفهوم کلاسیک قابل دستبندی نیست. اما این که آیا این حزب، ببینید، همسویی ما چون این حزب مرامنامه داره، این حزب منشور داره، این حزب دیدگاه داره، این حزب اصول دین داره. به قول دیگر، هر کشوری و هر بازیگری داخلی و خارجی بر اساس این اصول و معتقد به این اصول باشه، ما با او در ارتباطیم. هر کشوری باشد، هر کشوری که اصول مندرج و ارزش‌های پذیرفته شده و مورد تأکید حزب شهروندان را ازش حمایت کنه و استقبال کنه، ما دستشان را به گرمی می‌فشاریم. فرق نمی‌کنه که او کشور کدام کشور است. و راز این که ما در محیط خارجی از میان کشورها پاریس را انتخاب کردیم و اون هم به دلیل اونمو پیامدهای نمادینی که داره و به دلیل سابقه و همو جایگاهی جدی سیاسی و خوشنامی سیاسی که در حوزه های و ارزش های دموکراتیک و مدرن داره اتخاذ شده. بنابراین ما چون حزب دارای اصول هست، دارای ارزش هست، دارای مرامنامه و منشور هست، هر کشوری که این ارزش ها را به عنوان ارزش درک کنه و مورد حمایت قرار بده، ما ازش استقبال میکنیم.
بله، شما یک سوال یک مانده به آخر، اسم حزبتان را حزب شهروندان افغانستان در واقع گذاشتین که یک نسخه مدرن از همون خلق یا از همون فولک است، درست است؟ و در کشورهای مدرن شهروند یک طرفی از همون سوشال کانترکت یا قرارداد اجتماعی است، اما در افغانستانی که طالب ها مردم را در سطح رعیت تنزل دادن، فکر میکنین که این شهروند بودن یا شهروند شدن یا درخواست های حقوق شهروندی میتونه در چنین شرایط واقع بینانه باشد؟ بسیار واضح بزرگوار حضرت نکبین باش. ببین نیکوبین. اگر بر اساس بحث طالب باشد، طالب کلیتی افراد و جامعه را قبول نداره. شهروندی به خاطر وضعیت فعلی نیست که ما بگیم طالب یک حزب را، اساسا شما میدانید دیگه که طالب همه قوانین از قانون اساسی کشور تا سایر قوانین را ملغی اعلام کرده، فعالیت های حزبی قدغن و ممنوع است. اساسا نگاه و دیدگاهی که طالب داره نگاه و دیدگاه ویژه است که او معلوم و برافتابه. و بحث شهروندی که حزب شهروندان برش تاکید میکنه، او متفاوت از وضعیت فعلی است و اونو باید هایی است که جامعه باید ببینید. جامعه باز تکرار میکنم، دو راه در پیش بیشتر نیست. یا جامعه عزم ای را داره که وضعیت متفاوت از گذشته را تجربه بکنه، یا نه ما میخواهیم هر فرصت را فرصتی برای باز تولیدی قواعد گذشته حساب بکنیم. ما به عنوان دانشجوی حوزه سیاست مدعی هستم که ما اگر در این فرصت پیش آمده، این بحران و این بنبست از یک جهت فرصت برای مردم افغانستان، اگر این فرصت را اگر این بحران را ما با نگاه فرصتی بهش نگاه بکنیم، یک از فرصت های اینی است که ما قواعد و اصول را و معیارها و قاعده بازی را از نو تعریف بکنیم. قاعده ای که دیگه خودش حامل نزاع نباشه، خودش حامل نابرابری و شکاف اجتماعی نباشه. قواعد گذشته هر کدام در ذات خود حامل منازعه بود، در ذات خود حامل نفاق بود، حامل واگرایی و نابرابری بود و سیاست های غیر انسانی از متنش بیرون می شد. و بحث شهروندی با توجه به سنخیت جامعه ما و با توجه به این که او جامعه نوعش و سنخش جامعه چند فرهنگی، چند قومی و چند گروهی است، ایجاب میکنه که ما یک معیاری نوی را به عنوان شاخص اصلی تعریف بکنیم که او ظرفیت لازم را برای خلق نظم و ایجاد ثبات داشته و او به زعم ما اصل شهروندی است. ما اگر در افغانستان افراد را قبل از این که او را هزاره بشناسیم، پشتون بشناسیم، تاجک بشناسیم، سیک بشناسیم، پشهی نورستانی و و بشناسیم، اگر او را انسان بشناسیم و او را شهروند بفهمیم و او را دارای حقوق سلب ناشدنی بفهمیم، بخشی از مشکلات و منازعات خود به خود حل شده است. و به می خاطر که طراحی و اصل انتخاب عنوان ای بر اساس یک ارزیابی و بر اساس یک تحلیل از گذشته و تحولات سیاسی افغانستان، قواعد و منطق بازی سیاسی افغانستان انتخاب شده، ای از باب این خیلی اون عناوین اون چنانی دیگه ای نیست که از باب رسم و رواج و از باب خیلی از بحثای که معمولا در یک فصل باب میشه و مد میشه، از او باب نیست. بله. و ما همچنان چقدر چقدر خوشبین هستین نسبت به حمایت جامعه همشهروندان و به خصوص کسایی که در دیاسپورا هست، در بیرون از افغانستان مهاجر هستند؟ ما خیلی خوشبین هستم. دلیلش به این لحاظ که خب شهروند که یا هیچ کسی از جامعه ما و دیاسپورا نیست که دلش به حال افغانستان خوب نتپه. همه امید دواره و همه آرزو ها بر اساس نسخه قدیمی خوب نشد. ما تجربه کردیم، آزموده را آزمودن خطاست. خب ما باید از نو یک کار بکنیم. چی کسی کار میکنه جز خودی ما؟ و به قول سیاسیون اصل خودیاری حکم میکنه که خود ما یاری خود باشیم، خود ما دست به کار شویم. خب در این میان یک ایده خدمتتان عرض کردم، به اونو مختصات پا پیش گذاشتن. پا برای چی پیش گذاشتن؟ برای زی گذاشتن که ما به این سمت حرکت کنیم و توقع و انتظار ما ایست که همه شهروندان و همه کسانی که نگاه شهروندی داره در این قسمت پا پیش بگذارن و حس مسئولیت بکنن و مسئولیت خود را در پیشگاه مردم و تاریخ حداقل ادا بکنن. ورنه دل خوش کردن به وضعیت زندگی در عالم بیرون و دنیای اروپا، او به نظر من نه هنر است
و نه کدام برتری و فضیلت به شمار می آید. چند سال پیش شما یک سفر داشتین به دانمارک، در اونجا یک سخنرانی جنجالی کردین، یک سری چیزایی گفتین که خیلی در زمان به قول رسانه ها وایرال شد. شما در مورد ملبورن استرالیا گفتین که بعضی از قوما که اونجا رفته شبیه از این میمانه که کچالو را از بامیان گرفته باشه، در اونجا سر بوجی را در خود ملبورن واز کرده باشه. یعنی این مثال از این خاطر گفتین که یعنی پیشرفت فرهنگی آنچنانی که باید انجام میشد انجام نشده. نظر شما هنوز هم همی است در مورد شهروندان یا مثلا جامعه دیاسپورا؟ و اگر هست یا نیست، آیا میشه که روی همچین جامعه حساب کرد؟ ببینید بسیار واضح، ما یک نکته را بگذار که بسیار واضح با شما و از طریق شما به همه دوستان شریک بسازم. من معتقد هستم که مردم ما حق و سزاوارش و حقش یا سزاوارش این نیست که خودفهمیش بسیار بر اساس استانداردهای پایین تعریف شود. نکته ای را که شما اشاره کردید، اتفاقا در 2 سال پیش یا 1 سال و چند ماه پیش که ما مسافر شدیم و آواره اروپا، یکی از دوستا یادآور شد به من، گفت که امیدوارم که شما هم شامل امو قاعده نشوید. من بسیار سپاسگزار بودم امو زمان هم از او بزرگوار و تقدیر کردم، تشکر کردم که بسیار تلنگور و تذکر بسیار ناب و خوب بود. ما تمام جگرجنگی و جگرخونی که اگر با دوستا و مردم خود داشتم از باب این نبوده که خدای نخواسته من قصد توهین به مردم داشته باشم. ما خودم بخش از مردم هستم، ما خودم و هویت موست، ولی ما از باب این که ظرفیت هایی را که در مردم خود میبینم این ظرف متناسبی با این ظرفیت ها باید خود فهمی ها تعریف شود و در نظر گرفته شود. یکی از رازهای جدی که ببینید بسیار واضح، افراد بعد از مهاجرت ممکنه هر کدام فشارها و رنجها و مهنتهای دنیای مهاجرت افراد را از پای در بیارن، چون که این یک امری شاید طبیعی هم باشد، ولی ای که ما و مجموعه ما برغم همه فشارها، برغم همه مهنتها و رنجهایی که ممکنه دنیای مهاجرت بر ما وارد کرده باشه، ولی در عین حال ما آمدیم قد راست کردیم و پا پیش گذاشتیم و گویا هیچ اتفاق نیفته و تازه مصممتر شدیم و تازه معتقدیم که ظرفیت ها و فرصت های لوکال و محلی ما فعلا گلوبال شده و ما مصمم برای باز کردن یک راه برای مردم خود در مناسبات سیاست و قدرت هستیم. من فکر میکنم هر فردی از اعضای جامعه ما باید مثل ما فکر کنند، هر فردی از افراد جامعه ما استانداردها و توقعات خود را و انتظارات خود را از سیاست و آینده سیاست کشور خود باید اینگونه تعریف کنه و خود را مالک سیاست افغانستان فهم بکنه و بر اساس قاعده ملکیت حاضر به هزینه باشه، چون که ما این هزینه را کردیم و زمانی که شد و این انتظار میره و ما همی که این آدرس را ساختیم تا هنوز با دوستایی هم که در ارتباط بودیم استقبال و انتظار ما پیش از او چیزی که ما تصور میکردیم خوب بوده و بشک که تصوری بیش از این و غیر از این ما نداشتیم و انتظار غیر از این نمیره. ما شرایط ما متفاوته، شرایط ما همچنانی که خدمتتان عرض کردم ما در تهدید بقا به سر میبریم. مردم های استثنایی وظیفه استثنایی دارن، شرایط استثنایی ایجاب میکنه که ما همه پا پیش بگذاریم و مقدرات خود را از نو تعریف کنیم و او را ما میتونیم. بسیار عالی، تشکر. یک سوال آخر. اول خب ما امیدوار هستم که حزب شهروندان افغانستان موفق شود به اون اهدافی که داره برسه، اما اگر فرض را بر این بگذاریم که خب نشد بنابر دلایلی، اما یک جریان دیگه به وجود آمد که موفق تر عمل کرد، آیا شما حاضر هستین که به اون جریان به خاطر منافع مردم متحد شوین یکی شوین؟ بسیار واضح است. اتفاقا تا در ابتدای کار هم ما که گفتم این کار ما از باب دکانداری نیست که معمول خیلی از افراد صرفا به نامش خوشه، ما همه در این شرایط هم باب است، مود است. ما ایر از جاهایی که در افغانستان بودیم بحث کردیم، ما در بحث ها تیم های بحث تحقیق مباحثه داشتیم، روز بحث کردیم، تک تک بحث کردیم و حتی روی آدرس های موجود بحث کردیم. همه این مسائل را با بحث ما آمدیم تا اینجای کار و حتی از آدرس های سیاسی کنار
آدرس های غیر سیاسی را هم ما بحث کردیم و حالا هم هر آدرسی بر اساس نمی اصول که کنشگرانش هم خوشنامان و پاکان جامعه ما باشد، ساختار و سیستمش هم ساختار و سیستم اسمی نباشد، واقعی باشد و همه مناسبات و همه تصامیم بر اساس اون سیستم و ساختار تنظیم شود، ما شدیداً آمادگی داریم و او جزء آرزوهای ماست و نه تنها تردیدی درش وجود نداره، بلکه ما اتفاقاً جزء اولویت‌ها و رجحان‌های نه تنها ما به عنوان رئیس حزب شهروندان، بلکه انتظار همه اعضای شهروندان و همه بنیانگذاران و مؤسسان شهروندان همیست و انشاءالله ما در این راه از اینجا بگذار که به همه دوستا و همه کسانی که دلش به حال مردم میسازه و از سوی دیگر وضعیت کشور را وضعیتی غیر قابل تحمل میفهمه، از این طریق از همه دوستا بخوایم که پا پیش بگذارن و مشترکاً برای دستیابی به هدف و برای تغییر در سرنوشت جمعی مشارکت جمعی داشته باشیم و اقدام جمعی بکنیم. تشکر بسیار زیاد از شما آقای دکتر زاکر حسین ارشاد، رهبر حزب شهروندان افغانستان که تازگی تأسیس شده در پاریس فرانسه، و همچنان از شما بیننده های عزیز که تا این دم با ما بودین و برنامه را دنبال کردین. اگر برنامه مورد علاقه تان قرار گرفت، لطفاً اون را با دوستان خود هم شریک بسازین. ممنون از وقت شما.